عشق را افسانه کردی یا حسین، حق را دیوانه کردی یا حسین. در ره معبود می همتای خیش همتی جانانه کردی یا حسین. تا قیامت در دل اهل بلا منزل و کاشانه کردی یا حسین، منزل و کاشانه کردی یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. روز 25 محرم مصادف است با روز شهادت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام. به مناسبت امروز که روز شهادت آن بزرگ وار هست، لازم است درباره برنامه هایی که امام سجاد علیه السلام در طول دوران امامتش برای احیای اسلام و سنت جدش پیامبر گرامی اسلام انجام داد و از خود به جای گذاشت اشارات داشته باشیم. در حدی که وقت به ما اجازه می دهند با اون خدمات ارزندهی که امام سجاد علیه السلام نسبت به اسلام و مسلمین انجام داده است مطالب را عرض بکنم. یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و پربار و پرثمر امام سجاد علیه السلام در دوران امامتش اقدام به نیروسازی و تربیت انسانهای شایسته و فرزندان صالح بود. اون حضرت هم فرزندان بسیار صالح و شایسته و عالم و فقیه تربیت کرد و تحویل جامعه داد که در رأس اونها وجود مقدس و نازنین امام باقر علیه السلام است، که امام باقر علیه السلام بعد از پدر بزرگوارش عهده‌دار منصب امامت از جانب پروردگار عالم شد و مؤسس و بنیانگذار دانشگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و بنیانگذار فقه تشیع بود. علاوه بر فرزندش امام باقر علیه السلام که امام معصوم بود، حجت خدا بود، فرزندان دیگری هم امام سجاد علیه السلام داشت که هر کدام به خاطر اون تربیت های والایی که امام سجاد علیه السلام نسبت به اونها انجام داده بود، هر کدام شخصیت های بسیار مفید و ارزشمند شده بودند. عبدالله ابن علی ابن الحسین، عمر ابن علی ابن الحسین، حسین ابن علی ابن الحسین که این سه تا برادر از فقهای مشهور اون زمان بودند، احادیث فراوانی از اونها نقل شده است که اون بزرگواران از پدرش امام سجاد و برادرش امام باقر علیه السلام نقل حدیث کردند. از جمله حسین ابن علی ابن الحسین احادیث فراوان از پدر بزرگوارش و برادرش امام باقر علیه السلام
و همچنین از عمه‌اش فاطمه بنت الحسین نقل کرده است. فرزند دیگری که از امام سجاد علیه السلام معروف و مشهور است زید ابن علی است، که زید ابن علی به تقوا و تدین و علم و دانش و شجاعت معروف بود، که زید ابن علی بعد از قیام مقدس کربلا و عاشورا یک بار دیگر پرچم مقدس عاشورا را بر دست گرفت و قیامی در راستای قیام جدش امام حسین علیه السلام انجام داد و دل دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را به لرزه درآورد. و همچنین دختری داشت به نام علیه، دختر بسیار فاضل، عالم، و احادیث زیادی از پدرش نقل کرده است و کتابی هم داشت که زرارت ابن اعین روایات زیادی از اون کتاب نقل کرده است. اینها فرزندانی بودند که امام سجاد علیه السلام اینها را تربیت کردند و از اونها انسانهای شایسته و صالح و انسانهای خدمتگزار و مؤثر به وجود آوردند. و همچنین امام سجاد علیه السلام علاوه بر تربیت فرزندان بسیار صالح و شایسته، شاگردان زیادی را تربیت کردند که مرحوم شیخ طوسی 171 نفر را در زمره شاگردان امام صادق علیه السلام در کتابش نوشتند و به ثبت رسیده است که هر کدام از اونها عالم و دانشمندانی بودند که در آسمان علم و دانش می درخشیدند، که به چند نفر از معروفترین اصحاب و یاران و شاگردان امام سجاد علیه السلام اشاره می کنیم که در رأس اونها ابو حمزه سومالی، ابو خالد کابلی و یحیی ابن ام طویل و سعید ابن جبیر و سعید ابن مسیب و عمرو ابن عبدالله سبیعی و عبان ابن تغلیب و قاسم ابن عوف و طاووس ابن کیسان را میتوان نام برد، که اینها از شاگردان بسیار برجسته امام سجاد علیه السلام بود. امام سجاد علیه السلام در اون شرایطی که شرایط بسیار سختی بود برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و شیعان امامان معصوم علیهم السلام، در اون شرایط توانیست در منزل خودش و در مسجد این شاگردان بزرگ را تربیت بکنن و در رشته های مختلف الهی مانند علم تفسیر، علم حدیث و علم فقه شاگردان زیادی را پرورش دادن و اونها را آموزش دادن و از اونها عالمان و دانشمندان بزرگی ساختن. این یکی از خدمات بسیار ارزندهی امام سجاد علیه السلام بود که آن حضرت در راستای تلاش‌های هدایتگرایانه خودش و تلاش‌های پربار و پرثمری که در راه نشر صحیح احکام دین و معارف بلند دینی انجام دادن. و یکی از فعالیت‌های بزرگی که امام سجاد علیه السلام انجام داد در اون شرایطی که تربیت شاگرد به صورت علنی ممنوع بود و مردم نمی توانستن علناً با امام سجاد علیه السلام ارتباط برقرار بکنن و از اون حضرت کسب فیض و کسب علم بکند، امام سجاد از یک رویش دیگری برای انتشار علوم اهل بیت عصمت و طهارت و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام استفاده کرد و اون رویش خریداری بردگان و موالی بود
بردگان زیاد را حضرت خریداری می کردند و اونها را تربیت می کردند، معارف دینی و معارف قرآنی را به اونها تزریق می کردند و به اونها آموزش می دادند و آزاد می کردند. هدف و غرض امام سجاد از این کار، خریداری بردگان و غلامان، این نبود که از اونها برای خودش به عنوان یک خدمتکار استفاده کند. برای خدمت اونها را خریداری نمی کردن، احتیاجی به اونها نداشت، بلکه غرض و هدف اون حضرت این بود که می خواست بردگان و غلامان را مورد تکریم و مورد احترام قرار بدهد و اونها را در ردیف سایر مسلمین و در ردیف سایر بندگان خدا قرار بدهد، چون اونها متاسفانه مورد تحقیر زیادی قرار گرفته بودند از جانب آل امیه. در اون زمان شرایط به گونه‌ای بود که بنی امیه و مردم اون زمان به بردگان و غلامان به چشم بسیار بد نگاه می‌کردند، اونها را حقیر می‌شمردند. بین اونها و بین سایر مسلمانان و انسانهای آزاده فرق زیادی قائل می شدن. اما امام سجاد علیه السلام چون امام معصوم بود، فرزند پیغمبر گرامی اسلام بود، تربیت یافته مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام بود، او اصلا فرقی بین مسلمانان آزاده و مسلمانانی که با عنوان کنیز و غلام به این طرف اون طرف فروخته می شد و خرید و فروش می شد فرقی نمی گذاشتن. لذا اونها را خریداری می کرد، یک سال اونها را در نزد خودش نگه می داشت و سپس آزاد می کردن. رویش برخورد امام سجاد علیه السلام با غلامان واقعا بسیار بزرگوارانه و کریمانه و انسانی بود. اولا امام سجاد علیه السلام در برخورد با غلامان و کنیزان هرگز اونها را به عنوان غلام و کنیز و برده صدا نمی زدن، بلکه اونها را به نام فرزند یا بنیف صداشون می زدن. اونقدر با اونها صمیمی بود، صمیمانه و کریمانه و دوستانه برخورد می کردن که حتی اونها با این رفتار امام سجاد علیه السلام با اون حضرت دوست شده بودن. دوست نداشتن لحظه از کنار امام سجاد علیه السلام دور بشود و فاصله بگیرن. و امام سجاد علیه السلام با اونها انس گرفته بود و در کنار اونها می نشست و هم کاسه و هم غذای با اونها می شود و اونها رو با عنوان فرزندان خودش خطاب می کرد. و حتی اگر اشتباهاتی و خطاهایی از اونها سر میزد، نافرمانیهایی از اونها سر میزد، حضرت بلافاصله اونها را مؤاخذه و معاقبه نمی کردند، بلکه تمام خطاها و اشتباهات اونها را می نوشتند و یادداشت می کردند تا سال آینده که ماه مبارک رمضان فرا برسد. در اواخر ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام اون خطاها و اشتباهات اونها را برای اونها تذکر میداد و اونها اعتراف میکردن به نافرمانی های خودشون. اون وقت امام سجاد علیه السلام اونها را مورد عفو و بخشش قرار میداد و از اونها میخواست که همون گونه‌ای که من شما را در مقابل خطاها و اشتباهات شما مورد عفو قرار دادم و شما را بخشیدم، شما هم از خداوند متعال بخواهید که من علی ابن الحسین را مورد عفو و بخشش قرار بدهد. این برخورد امام سجاد علیه السلام با غلامان و کنیزان اونها را مجذوب اخلاق امام سجاد علیه السلام قرار داده بودند، به گونه ای که هرگز از امام سجاد نمی ترسیدن و حراسی نداشتن و ترسی نداشتن. حتی نوشتن که روز امام سجاد علیه السلام یکی از غلامانش را برای انجام یک کاری صدا زد،
بار اول صدا زد جواب نداد، بار دوم هم صدا زد جواب نداد، بار سوم هم جواب نداد. اون وقت حضرت فرمود به اون غلامش که آیا صدای منو نمیشنوی؟ چرا جواب منو نمیدهی؟ اون غلام در جواب عرض کرد که صدای شما را میشنوم، اما اینکه جواب شما را نمیدهم به خاطر این است که من از شما احساس ترس ندارم، از شما نمیترسم، ترس از مؤاخذه و معاقبه ندارم. امام سجاد علیه السلام خدا را شکر کرد، گفت خدایا شکرت الحمدلله که غلامان من از من نمیترسند. این گونه نبودند که مانند سایر بردداران آقایی و غلامی در بین اونها حاکم بوده باشد که خودشون رو به عنوان آقا و غلامان رو به عنوان خدمتکار و حقیر بشمارن. نه، امام سجاد علیه السلام هیچگاه غلامان خودش را تحقیر و کوچیک نمی کردن. یکی از کنیزان امام سجاد علیه السلام با ظرف آبی که آورده بود آب روی دستان مبارک امام سجاد علیه السلام می ریخت و حضرت دستان مبارکش را شستشو می داد، اما اون ظرف آب و آفتابی که به دست اون کنیز بود از دستش افتاد و اصابت کرد به پیشانی مبارک امام سجاد علیه السلام و پیشانی امام سجاد را خونی کرد، زخم شد. کنیز برای اینکه خشم و غضب امام سجاد علیه السلام را فرو بنشاند شروع کرد به قرائت آیه قرآن. این آیه رو تلاوت کرد: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. وقتی امام سجاد علیه السلام جمله اول آیه رو شنید که والکاظمین الغیظ، متوجه شد که غرض و هدف این کنیز این است که مرا مورد عفو و بخشش قرار بده. حضرت فرمود والکاظمین الغیظ، یعنی غرض و هدف اون کنیز این است که غیظت را فرو ببر، بر من خشم و غضب مکن. امام سجاد علیه السلام فرمود من خشمم را فرو بردم و الان بر شما خشم و غضبی ندارم. والعافین عن الناس، که کنیز منظورش این بود که مرا مورد عفو و بخشش قرار بده، حضرت هم او را مورد عفو و بخشش قرار داد، از او گذشت. والله يحب المحسنين، هدفش این بود که به من احسان کن. امام سجاد علیه السلام اون کنیز را در راه خدا آزاد کرد. که جان داد تا زندگین بماند، جسمش به خاک و خون خفت در کربلا. این رفتارهای بزرگوارانه و کریمانه امام سجاد علیه السلام بود که از اون کنیز و از اون غلامان و از اون بردگانی که به عنوان کالا اونها رو خریداری میکردند و میفروختند انسانهای شایسته ساختند که اونها عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میشدند. البته علاوه بر این که امام سجاد علیه السلام رفتارشون با اونها رفتار کریمانه و بزرگوارانه بود، با عفو و بخشش، با تواضع با اونها رفتار میکردن، کلاس درسی هم برای اونها برگزار میکردن، اونها را از معارف اهل بیت، از معارف قرآن هم بی نصیب نمیگذاشتن، با اونها درس میگفتن، اونها را با آیات قرآن، با تفسیر و حدیث و فقه آشنا می کردن، مسلح به سلاح علم و دانش می کردن و سپس اونها را آزاد می کردن. زمان هم که آنها را آزاد می کردن، مقدمات زندگی و وسائل لازم زندگی را برای اونها فراهم می کردن و در اختیار اونها قرار می داد تا بتواند اونها مستقل و آزادانه زندگی کنن و دیگر با عنوان برده و غلام نباشن، زندگی مستقل
داشته باشن و در اختیار خودشون باشد. امام سجاد علیه السلام در واقع با این رویشش، یعنی با خریدن غلامان زیاد و نگه داشتن یک سال آنها را در منزل خود و تربیت کردن آنها و سپس آزاد کردن آنها، آنها را به عنوان نیروهای پیرو اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تربیت میکردن. آنها شاگردان حضرت میشد، آنها کسانی میشدند که در هر جایی که میرفتند طرفدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند و در حد علم و دانش خودشون معارف اهل بیت را در مناطقی که اونجا زندگی میکردن نشر میدادن و پخش میکردن. در واقع امام سجاد علیه السلام چون در اون زمان شرایط این گونه بود که نمیتوانیست آزادانه شاگرد را دعوت کند و دور خودش جمع بکند، مدرسه ای بسازد، ناچار بود از این روش استفاده کند که هم با این کارش احترام غلامان را نگه داشته بود و هم با این کار با اون رویش غیر انسانی بنی امیه مخالفت کرده بود و برخورد کرده بود که اونها غلامان را اصلا از حیوان هم پایین تر می دانستن، موالی را و اون مسلمانان غیر عرب را اصلا شبیه انسان می دانستن، نه انسان. معاویه با اونها شبه انسان می گفتن، نمی گفتن انسان، اونها شبه انسان هستن. حتی مجاز نمی دانستن کسی از عرب با اونها دختر بدهد. حتی یک نفر از موالی با یکی از دختران عربی ازدواج کرده بود، والی مدینه بلا فاصله دستور داد که او را دستگیر بکنن و دستگیرش کردن، موهای سر و صورتی او را تراشیدن و 200 ضربه شلاق به او زدن و سپس همسر او را از او جدا کردن و طلاقش را گرفتن. در یک همچو شرایط امام سجاد علیه السلام همون معیار قرآنی را عملی کرد که قرآن کریم می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما، با ارزش ترین شما، محبوب ترین شما در پیشگاه خدا کسانی هستند که تقوای بیشتر داشته باشد. هیچ نژادی و هیچ قبیله بر قبیله و نژاد دیگر برتری ندارد. نژاد عرب بر عجم برتری ندارد و سیاه بر سفید برتری ندارد، هیچ قبیله بر قبیله دیگری برتری ندارد. معیار برتری در پیشگاه خدا در نزد خدای متعال فقط تقوا و تدین و پاکی و طهارت است. هر کسی بیشتر تقوای بیشتری داشته باشد در نزد خدا با کرامت تر است و ارزش بیشتری دارد. این معنای قرآن کریم و این آیه قرآن کریم را امام سجاد با این عمل خودش تفسیر کرد. این کار او تفسیر عملی قرآن کریم بود، احیای فرهنگ اسلام بود، احیای سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام بود که تا اون زمان متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر با آمدن بنی امیه و آل امیه برنامه اسلامی و اون اخلاق نبوی به فراموشی سپرده شد و دوباره مردم برگشتن به همون زمان جاهلیت، همون برنامه های زمان جاهلیت را در بین مردم پیاده می کردن. امام سجاد علیه السلام با این رویشش، با اون برخوردهای بنی امیه در واقع مخالفت علنی کرد. این یکی از کارهایی بود که امام سجاد علیه السلام انجام داد، شاگردان زیاد را تربیت کرد و به این طرف اون طرف اونها را فرستادن و به اونها هم دستور دادن که احکام اسلام را خوب درک بکنید و خوب بفهمید و احکام اسلام را از دل قرآن و احادیثی که از اهل بیت میشنوید استنباط بکنید. اونها را به درک عمیق توصیه و ترغیب میکردن. اما رویش دیگری که امام سجاد علیه السلام
در تربیت مردم از اون روش استفاده کرد که البته همه امامان معصوم این روش ها رو داشتن. سیره پیامبر گرامی اسلام پر است از این گونه برخورده ها. اون عبارت است از روش های اخلاقی و دینی در برخورد و معاشرت با مردم. با مردم وقتی معاشرت میکردن، برخورد داشتن، با اونها کریمانه و بزرگوارانه رفتار میکردن. اهل عفو و گذشت بود، اهل انتقام گیری نبود. اگر کسی با اون حضرت بدی میکرد، بد رفتاری میکرد، امام سجاد علیه السلام بدی اونها را با بدی و مقابله به مثل جواب نمیدادن، بلکه با خوبی و با نیکی با اونها رفتار میکردن و در نتیجه اونها هم جذب اخلاق امام علیه السلام میشدن و میامدن به امامت حضرت اعتراف میکردن. حتی نقل شده است که هشام ابن اسماعیل که والی مدینه بود، در زمانی که والی مدینه بود، ظلمهای زیادی نسبت به امام سجاد علیه السلام و شیعیان انجام داد. بعد از آنی که هشام ابن اسماعیل برکنار شد از مقام خودش توسط ولید ابن عبدالملک، وقتی برکنار شد، از کار افتاده شد، امام سجاد علیه السلام در صدد انتقام گیری بر نیامد، به دوستانش و شیعیانش دستور داد که در برخورد با هشام ابن اسماعیل با او به احترامی و بدرفتاری نکنید، به او ناسزاگویی نکنید. حتی خود امام سجاد علیه السلام وقتی از کنار هشام ابن اسماعیل عبور میکرد، به او سلام میکرد، احوال پرسی میکرد. این رفتار امام سجاد علیه السلام او را شرمنده میکرد، به خاطر اون رفتارهای زشتی که قبلا نسبت به امام سجاد و سایر شیعیان داشتن، این برخورد بزرگوارانه امام سجاد او را واقعا شرمنده می کرد. اعتراف می کرد که به این که واقعا امامت حق شما اهل بیت است. خداوند متعال می داند که امامت را در کدام خاندان قرار بدهد. این رو اعتراف می کردن دشمنان. شخص به امام سجاد علیه السلام بدگویی میکرد، ناسزاگویی میکرد، امام سجاد علیه السلام عوض این که با او مقابله به میسل بکند، با اون شخص رو کرد، فرمود این حرفی را که زدی و این نسبت را که به من دادی، اگر واقعا نسبت به من صادق است و درست است، خداوند متعال مرا ببخشد، از خداوند متعال طلب بخشش میکنم. اما اگر نه، شما دروغ میگویید، خداوند متعال شما را ببخشد. شخص دیگری به امام سجاد علیه السلام اهانت و توهین کرد. اصحاب حضرت تصمیم گرفتن اون شخص را مورد ضرب و شتم قرار بدهد و تنبیهش کند. حضرت با اونها اجازه نداد، فرمود اجازه بدید من خودم با او صحبت بکنم. فرمود ای شخص، شما انگار ما را خوب نمیشناسید. اون دانستنی های شما نسبت به ما به نادانستنی های شما کمتر است. اون وقت از اون شخص سوال کرد که شما چه مشکلی دارید؟ خواسته شما و حاجت شما چیست؟ وقتی اون شخص این برخورد را از امام سجاد دید، شرمنده شد، سرش را پایین انداخت. حضرت اون گلیمی را که همراه خودش داشت، اون گلیم را بلافاصله به اون شخص داد و دستور داد تا 1000 دینار را به او بدهد. این برخورد امام سجاد باعث شد که او آمد شیفته امام سجاد شد، رو دست و پای امام سجاد افتاد و واقعا از اون حرفهایی که نسبت به امام سجاد زده بود، اون برخورد ناشایست خودش، عمیقا پشیمان شد. این رویش، رویش تربیتی است. با این رویش است که انسان میتواند انسانهای خطاکار را و انسانهای لجوج را و انسانهایی که واقعا
دشمن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست را تربیت بکند و اونها را به سوی حق هدایت بکند. و الا اگر امام سجاد میگذاشت که اصحاب اون حضرت او را مورد ضرب و شتم قرار بدهند، آیا او به عنوان دوست امام سجاد میشد؟ آیا به امامت امام سجاد اعتراف میکرد؟ این رویش رویشی درستی هست یا اون رویشی که اونها تصمیم داشتن انجام بدهند؟ امامان معصوم علیهم السلام مانند جدشون پیغمبر گرامی اسلام، یکی از روش هایی را که در گسترش اسلام و توسعه اسلام از اون روش استفاده کردن، برخورد کریمانه و معاشرت انسانی با مسلمانان و غیر مسلمان، با مخالفین بودن. با اونها با خصومت رفتار نمی کردن، با دوستی رفتار می کردن، با محبت رفتار می کردن، با عطوفت رفتار می کردن. امام سجاد علیه السلام هم این گونه بود. در برخورد با مستمندان و فقرا، امام سجاد علیه السلام نهایت سعی و تلاشش را می کرد که مستمندان و فقرا را دلجویی کند، با اونها کمک بکند. که البته خب این بحث بسیار مفصلی هست که دیگه فرصت زیادی نیست من به این بخش از اخلاق امام سجاد علیه السلام و صفت انسانی امام سجاد علیه السلام بپردازم. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکند که بتوانیم سیره و رویش امام سجاد و سایر امامان معصوم علیهم السلام را در زندگی خودمون مورد عمل قرار بدهیم و از اونها استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا سیدی و مولانا